طی این 50 سال اقتصاد ایران 14 برابر شده و در همین مدت قطر 298 برابر شده، عمان 237 برابر شده، عربستان سعودی 74 برابر شده، عراق 51 برابر شده، مصر 47 برابر شده، ترکیه 35 برابر شده، امارات متحده عربی 34 و کویت 34 برابر شده اقتصادش نسبت به 50 سال قبل. روند رو در اون گوشه تصویر ملاحظه می‌کنید. ما با حداقل دو تا کشوری رو که خودمون رو رقیب اونا می‌دونیم در منطقه، یعنی عربستان سعودی و ترکیه، ملاحظه می‌کنید که ما در اون سال‌ها تقریباً دو برابر عربستان سعودی بودیم و یه مقدار بیشتر از ترکیه. ولی امروز جی دی پی عربستان سعودی با 1100 میلیارد دلار تقریباً 3.5 برابر ماست و ترکیه هم 2.5 برابر ما. جی دی پیش هست با 900 میلیارد دلار. اگر اینو سرانه‌شو بگیریم وضعیت ایران بدتر میشه. ملاحظه میکنید که با 4.3 هزار دلار ما تقریبا فقط از مصر وضعیتمون بهتر هست در منطقه‌ای که رقبای خودمون هستن. رتبه 137 جهان رو داریم و اگر برابری قدرت خرید رو ببینید میبینید که از عراق هم بهتر میشه، در واقع از عراق و مصر بهتر هستیم. اون نمودار اون گوشه تصویر خیلی شاید برای ما حداقل در مقام مقایسه با ترکیه که معمولا ما خودمون رو به لحاظ جمعیت و شرایطی که داریم خودمون رو مقایسه میکنیم، میبینید که تا سالهای 2010 تقریبا روندمون در برابری قدرت خرید که شاخصی است که حالا پرچسینگ پاور پاریتی که دوستان آشنا هستن، در واقع میاد هزینه ها رو به نوعی تراز میکنه با درآمد و ملاحظه میکنید که ما چقدر فاصله گرفتیم با کشور ترکیه. برابری قدرت خرید به نوعی رفاه اجتماعی اون کشور رو نشون میده که تقریبا ما عددمون با 18 هزار دلار میشه گفتش که نصف ترکیه است امروز. در تورم خب دیگه گفتن نداره که ما در 50 سال اخیر یک روند تورمی پایدار با 23% به طور متوسط و در 5 سال اخیر با 41% یک روند در واقع خاص تورمی داریم که حالا بحثای مثل رشد نقدینگی، برابری نرخ ریالمون با ارزهای خارجی و همه اینا باعث شده که دیگه کامل همه داریم لمس میکنیم تورم. و این تورم پایدار تقریبا میشه گفت بخشی از زیرساختای اجتماعیمون رو حتی به هم ریخته، حالا بحث اقتصادی بکنار.